بهداشت روان. با سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه آینه، من دکتر عباس آزادیان هستم و از ترانتو در کنار شما عزیزان هستم. خوشحالم که این هفته هم برنامه رو تهیه کردیم که از این طریق بتونیم با شما باشیم، در خونه شما باشیم. عزیزانی که برنامه ما رو تعقیب میکنن میدونن که در چند هفته اخیر، در واقع در چند ماه اخیر، در مورد مسائل شخصیت، در مورد شخصیت، جنبه های مختلف شخصیت، رشد شخصیت و ناهنجاری های شخصیتی صحبت کردیم و در چند هفته اخیر به طور خاص در مورد اختلالات شخصیتی و بیماری های شخصیتی صحبت کردیم. امروز این بحث رو ادامه میدیم و در مورد شخصیت وابسته صحبت میکنیم. همراه من مثل همیشه دکتر حسین عبداللهی ثانی هستن که روان درمانگر و روان پزشک هستن و مهمون عزیز این هفته که بارها مهمون ما بودن و شما عزیزان حتما با چهرهشون آشنا هستید، خانم فرشته سامرپور روان درمانگر هستن که هر دوی عزیزان در ترانتو کار میکنن. عزیزان سلام علیکی، خدمت بینندگان داشته باشید تا برنامه رو شروع کنیم. فرشته شما میخواید شروع کنید، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما حسین عزیز و همه بینندگان. خیلی متشکرم که من دعوت کردین و افتخار دارم که در کنارتون جلسه خوبی رو داشته باشم. حسین جان سلام و درود فراوان خدمت دوستان و هموطنان عزیز و یاران آینه در سراسر این کره خاکی و سپاس از این که امروز هم با ما هستید و ما رو حمایت کلی ممنون حسین جان. من یه نکته ای رو دوست دارم اشاره بکنم. من بارها عزیزانی که برنامه ما رو تعقیب میکنن میدونن، بارها گفتم که برنامه های شبکه آینه همه بر اساس کار داوطلبانه است. عزیزانی که خود ماها و عزیزانی که عنوان مهمان حضور دارن همه داوطلبانه کار میکنن. ولی دوست دارم یه نکته دیگه ای رو امروز اضافه کنم که عزیزانی که اینجا هستن واقعا نه تنها در چارچوب این برنامه کار داوطلبانه میکنن، در چارچوب جامعه ایرانی در شهر ترانتو فعال هستن و کارهای داوطلبانه زیادی میکنن. فرشته عزیز ورکشاپ ها، برنامه های مختلفی در سطح شهر داشتن، همینطور دکتر ثانی عزیز که با انجمن زنان فعالیت میکردن و با گروه های دیگه برنامه سخنرانی، همه در چارچوب سلامت روان و سلامت جامعه برنامه خیلی زیادی داشتن و واقعا من احساس غرور میکنم که دوستان به این خوبی دارم در و در جامعه انسانهایی مانند این عزیزان داریم که اینقدر مسائل و مشکلات جامعه اهمیت میدن و از وقت خودشون برای بهبود شرایط جامعه امکانات میذارن. پرسی جان، ما در هفته گذشته هم گفتم در مورد بیماری های شخصیتی صحبت کردیم و عزیزانی که برنامه ما رو تعقیب میکنن میدونن که ما گفتیم ناهنجاری های شخصیتی رو به سه گروه مختلف تقسیم میکنیم. گروه اول، گروه دوم و گروه سوم. تقسیم بندی خیلی ساده ای هست و هر گروه از لحاظ خصوصیات با گروه دیگه فرق میکنه. امروز در مورد شخصیت وابسته صحبت میکنیم که جزء گروه سوم ناهنجاری های شخصیتی هست. یه مقداری در مورد خصوصیات کلی این گروه صحبت بکنیم برای عزیزانی که شاید برنامه قبلی ما رو نشنیدن و اگر دوست داری حتی مقایسه کنید که چه فرقایی میکنن با گروه اول و گروه دوم. بفرمایید. خیلی متشکرم دکتر. اجازه بدین قبلش منم از شما تشکر بکنم بابت تمام فعالیت‌های داوطلبانه و وقت خالصانه‌ای که برای کامیونیتی می‌ذارین. من خودم واقعا از حرکت‌های شما خیلی انگیزه می‌گیرم و ممنونتون هستم همیشه. در مورد سوالتون، یعنی در واقع این خوشه سوم شخصیتی یا کلاستر سی چه ویژگی بارز داره؟ ویژگی بارزش استراب هست و رفتارهایی که ریشه ترس دارن. سه تا اختلال شخصیت یا سه تا بیماری در این کاتگوری قرار میگیره. یکی از اونها اختلال شخصیت اجتنابی هست که همونجور که از اسمش مشخصه این افراد گریزان از جمع هستن به علت اون استرابی که دارن.
از ارتباطات، از حضور در جمع اجتناب میکنن و نگران قضاوت دیگران هستن. خیلی حساس هستن به اینکه در واقع پس زده نشن، قضاوت نشن، خیلی حساس هستن نسبت به انتقاد و از اینکه در موردشون در واقع دیگران در مورد اونها چه ارزیابی دارن، نگران ارزیابی های منفی هستن. در نتیجه از ارتباطات اجتناب میکنن و این مسئله فرار یا اجتنابشون از ارتباطات خب مشکلاتی ایجاد میکنه برای شکل دادن ارتباط و برای در واقع نگه داشتن ارتباطات خیلی با چالش های زیادی مواجه میشن که خب اثرهای مختلف هم در حوزه های مختلف زندگیشون میذاره. در ارتباطاتشون، در محیط کارشون به شدت عملکردشون رو محدود میکنه. اختلال دیگه اختلال شخصیت وسواسی هست که اونها دوباره در واقع اضطراب دارن و رفتارشون به چه ترس داره و خیلی درگیری ذهنی دارن با نظم و انضباط و قانون و مقررات و اینی که دقیقا طبق اون پلنی که فکر میکنن کارها انجام بشه. خیلی درست و غلط دارن، خیلی کاملگرایی دارن و خیلی نسبت به خودشون و همطور نسبت به دیگران و نسبت به محیطشون خیلی انتقادی هستن، خیلی سختگیرن و خیلی کنترل میکنن. و اختلال بعدی که در این در واقع خوشه قرار میگیره اختلال شخصیت وابسته هست که موضوع امروز صحبتمون هست، که افرادی که در این در واقع شاخه قرار میگیرن به صورت شخصیت وابسته افرادی هستند که واسه همونجوری که از اسمش مشخصه خیلی وابسته میشن به دیگران، خیلی نیاز دارن که کسی باشه که ازشون مراقبت کنه، کارهاشون رو انجام بده، مسئولیت‌ها رو انجام بده، براشون تصمیم بگیره، راه حل بهشون بده. در رفتارهاشون هم خیلی تابع هستند و خیلی چسبنده به عبارتی. تصمیم گیری براشون مشکله و خیلی وقت‌ها هم در ارتباطات ناسالم گیر میکنن، مورد سوء استفاده قرار میگیرن، مورد تبعیض قرار میگیرن، به بد رفتاری تن میدن. این در واقع سه تا بیماری هست که در این کتگوری قرار میگیره. خیلی ممنون فرشته عزیز. حسین جان اگر شما چیزی میخواید اضافه کنید بفرمایید تا من سوالی که از خودتون دارم بپرسم. نه خیلی خوب بود فرشته، همه رو گفتن. حسین جان در مورد تاریخچه این بیماری صحبت کنید. بعضی از بیماری های شخصیتی تاریخچه پرهیجانی داشتن و در موردشون صحبت کردیم، مثلا بیماری شخصیتی وسواسی یا بیماری خودشیفتگی، خیلی ها در موردش نوشتن و تاریخچه جالبی داره. در مورد تاریخچه این بیماری صحبت کنید، آیا این بیماری هم تاریخچه جالبی داره یا نه؟ بفهمید. بله، بیماری اختلال شخصیت وابسته یکی از بیماری‌هایی است که در واقع بین دیگر اختلالات شخصیتی یه مقداری گم هست، برجستگی خاصی نداره و از نظر تاریخی خب من سرچی کردم که به تاریخ قبل از دهم پزشکی برگردیم، توی لیترچر کلاسیک برگردیم، چیزی پیدا نکردم، ولی میشه گفت که اولین شاید توصیفی که راجع به این بیماری میشه توسط فروید و در کیس آناهو هست که در واقع شروع روان درمانی و روان پزشکی بینه و شخصیت ایشون رو توضیح میده که میشه گفت بین دو نوع اختلال شخصیتی گرفتاره و یک تشخیص در واقع غیر از اختلال شخصیتی میده، یعنی هیستریونیک و وابسته و خب اختلال در واقع کانورژن یا تبدیلی. بعد از اون خب افراد مختلفی راجع به این اختلال شخصیتی وابسته صحبت میکنن، آبراهام صحبت میکنه و حسای مختلفی رو مطرح میکنن تا میرسه به 1980 که رسمن وارد DSM میشه، اختلال شخصیتی دیپندنت و DSM بعد از اون DSM 3 ریوایز این اختلال شخصیت رو معرفی میکنه و جالب اینجاست که بعد از DSM تغییر زیادی در ویژگی های این شخصیت یا چیزی که اضافه بشه و دیگر اختلالاتی که مرتبط با آنه خیلی دیگه مطرح نمیشه، یعنی همچنان به همون شکلی که ابتدا معرفی شده
باقی مونده و خب اینم جالبه، یعنی نیاز به کار بیشتری داره، نیاز به تحقیقات بیشتری داره. کلن توی لیترچر روانپزشکی من کم دیدم که راجع به شخصیت صحبت بشه و حتی من فکر سینما، تاریخ سینما هم علاقه‌مندی، من سرچ کردم شخص فیلم های راجع به اختلال شخصیتی خیلی زیاده، ولی بیشترین فیلم ها در مورد مان سوشال، در مورد بوردرلاین، هیستریونیک، ولی در مورد دیپندنت، اینی که شخصیت اصلیش دیپندنت باشه خیلی کم پیدا کرد. مرسی. و حسین جان برای من جالبه که همطوری گفتی در چاپ سوم تشخیص بیماری های روانی DSM-3 که 1980 چاپ شد دیگه، چاپ سوم، و DSM-3R قسمت تجدید نظر شدهش فکر کنم اگر درست یادم باشه 1987 چاپ شد. یعنی اینقدر طول کشید که این بیماری شخصیتی، ناهنجاری شخصیتی به عنوان یک بیماری به رسمیت شناخته بشه و خصوصیاتی رو برایش قائل بشن. این خودش یه مسئله خیلی جالبیه، در حالی که شخصیت خودشیفته یا شخصیت مرزی خب خیلی قبل‌تر از اینها مطرح شده بود و در موردش صحبت کرده بودم. برشتم اشاره کوتاهی کردی در مورد خصوصیات این بیماری، حالا من تو ادامه برنامه میام و تک تک جنبه‌های تشخیصی این بیماری رو از شما عزیزان میپرسم، ولی به طور کلی یه حسی از ما بده که جنبه‌های تشخیصی این بیماری چه چیزهایی رو شامل میشه. مثلا توی بیماری مرزی عدم استحکام مثلا روانی خیلی مسئله مهمیه، فرد خیلی بالا پایین روحی خیلی زیادی داره و خیلی تکانشی تصمیم گیری میکنه. در مورد خصوصیات برجسته این بیماری صحبت کنیم که بعد من برگردم یکی یکی اونها رو با جزئیات بیشتری ازتون بپرسم. بفرمایید. در واقع نشانه های این بیماری که ما میبینیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم که در واقع چه تشخیصی وجود داره، یکی این هستش که این افراد مشکل دارن در تصمیم گیری های روزانه شون و به میزان زیادی احتیاج به تایید، احتیاج به راهنمایی دارن. یک دیگرش این هست که مسئولیت های بخش های زیادی از زندگی رو به یک نفر دیگه در واقع محول میکنن. یه ویژگی دیگرش این هست که مخالفت کردن یا نظر مخالف دادن براشون خیلی سخته، معمولا تخته میدن از اینکه بخوان نظر خودشون رو بگن. ویژگی دیگرش این هست که شروع کردن پروژه ها براشون کار خیلی سختیه. پروژه ای رو مثلا شروع بکنن، کار رو شروع بکنن، انتخاب رشته ای بکنن، تصمیم بگیرن چه ورزشی بکنن، مثلا اسباب کشی رو مثلا استارت بزنن، هر پروژه ای از بچه دار شدن تا هر چیز دیگه براشون خیلی سخته این قضیه. یه مطلب دیگه که وجود داره اینه که نیاز به در واقع هدایت و آموزش و پرورش و سوپرویژن بیشتری دارن. یعنی طول زمانی که یک کار رو بتونن به صورت مستقل یاد بگیرن خیلی بیشتر از جمعیت نرمال هست. زمان بیشتری احتیاج دارن برای اینکه حالا به یک حدی درجه از استقلال توی اون کار برسن. تنهایی خیلی معذبشون میکنه و وقتی که رابطه تموم میشه یا رابطه نزدیک تموم میشه خیلی براشون سخته که در واقع خیلی در واقع به عبارت نیاز شدیدی دارن که سریعا یه رابطه دیگه رو شروع بکنن و اشتغال ذهنی خیلی زیادی دارن به تنها گذاشته شدن. این هم میشه گفتش که ویژگی های بارزشون هست و یه سری در واقع با اینکه اینها خیلی مشابه استرابشون خیلی مشابه هست با اون دو تا بیماری دیگه، یعنی شخصیت اجتنابی و شخصیت وسواسی، ولی نوع استرابی که تجربه میکنن متفاوته. استراب شخصیت وابسته در واقع از جنس اینه که اگر تنها بمونم چی میشه، چه کسی کارهای منو انجام میده،
چجوری از پس خودم برمیام. اضطراب شخصیت اجتنابی از نوع اصلا از خود رابطه اضطراب داره، از اینکه من اگه وارد رابطه بشم چه اتفاقی میفته، چجوری پذیرفته میشم یا نمیشم، وارد انتقاد واقع میشم یا نمیشم، پس زده میشم یا نمیشم. و اضطراب شخصیت در واقع وسواسی هم بیشتر از جنس اینه که در واقع کار طبق اون روالی که مد نظرش هست انجام بشه، بی نقص باشه، پرفکت باشه به این عبارتی. بنابراین این رو رفتارهاشون هم اثر میذاره دیگه، یعنی الگوهای فکری که تجربه میکنن و رفتارهایی که در واقع نشون میدن ناشی از این نوع متفاوت اضطراب تحت تاثیر قرار میگیره. کارو فکر کنم گردن فرصت زیادی نباشه که بخوام توضیح بدم. چند تا از این چیزای 7 8 تا مورد رو مطرح کردی، چند تا از این موارد لازمه که ما بتونیم تشخیص بیماری وابسته رو یا شخصیت وابسته رو بدیم؟ 5 تا یا بیشترش رو اگر داشته باشن تشخیص اختلال شخصیت وابسته شامل حالشون میشه. خیلی ممنون. حسین جان، یکی از چیزهایی که فرشته مطرح کرد این بود که برای این افراد تصمیم گیری سخته، حتی یک تصمیم گیری ساده در مورد مسائل زندگی. در این مورد صحبت کن، چرا اینطوریه؟ یا اگر مثالهایی برخورد داشتید تو کار کلینیکی برای عزیزان مطرح کن. بفرمایید. بله، فرشته خیلی توصیف خوبی کرده از ویژگی ها یا کرایتری هایی که برای این افراد شخصیت ویژگی داره. و شاید یکی از دلایلی که اینها نمیتونن تصمیم بگیرن اینه که در واقع ترس دارن از اینکه مسئولیت رو به عهده بگیرن و نتونن انجام بدن. یعنی اون احساس توانمند بودن، کیپبل بودن که هر فردی اینو در طول زندگیش دیولوپ میکنه، پیدا میکنه، که از دوره کودکی شروع میشه که این حس در فرد به وجود میاد، در این افراد شکل نمیگیره و همیشه از این ترس دارن که نتونن اون کارهای مهمشون انجام بدن. همونجوری که فرشته گفتن در مورد کارهای بسیار کوچیک و معمول زندگی هم شک و تردید دارن و سعی میکنن از دیگران و از دور و بریاشون تایید بگیرن و که آیا این درست انجام میدن یا نه. ولی تصمیم گیری مهم که دیگه خیلی براشون واقعا سخته. و توی تجربه کلینیکی که من اصلا دارم با یک کسی کار میکنم به نظر میرسه که واقعا این یک تمپرامنت یا یک ویژگی به اصطلاح مادرزادی ژنتیک بهشون وارد نیست و این چیزیه که باید شکل بگیره در طول زندگی. خب به اعتماد به نفس، به احساس توانمندی هم برمیگرده و به دلایلی این شکل نمیگیره. فردی که من باهاش کار میکنم مثلا حتی برای لباس پوشیدنش که آیا لباس مناسب هست یا نه، که خانم بزرگسالیه همیشه به مادرش پیران زنگ میزنه و دوش نشون میده و از اون تایید میگیره که آیا با این لباس مناسب بره بیرون یا نی یا مناسب نیست. و این اگر این تایید رو نگیره دچار یک نوع کامپیوزه میشه، دچار سردرگمی میشه. و حتی این کیس من میگه که من میخوام حرف بزنم، سعی میکنم که حرفایی که دیگران گفتن اونا رو به زبون بیارم و تحمل کنم، میترسم کلام خودم رو بگم برای اینکه فکر میکنم که این کلام من اصلا ارزشی نداره، اصلا دیده نیست و ممکنه که باعث تمسخر دیگران بشه. و همیشه در تجربه اون چیزایی که مورد تایید قرار گرفته اونا رو سعی میکنه بگه، حتی اگر با واقعیت رو نباشه یا عقیده خودش نباشه. تصمیم گیری کلا عباس جان برای تصمیمات بزرگ گرفتن برای همه آدم ها مشکل هست. یعنی کسی نمیتونه بگه من با آسانی تصمیم میگیرم، برای اینکه ما همیشه نگران عواقب تصمیم هستیم، یا اشتباهی توش اتفاق بیفته و عواقبی که در واقع متوجه ما بشه در آینده. ولی خب اون هم یه قوانین داره، آدم ها در طول زندگی میگیرن که ریسک رو بپذیرن. در هر تصمیم ریسک وجود داره و علارغم اون ریسک اون تصمیم رو بگیرن چون لازم تصمیم گرفته بشه. ولی در مورد شخصیت وابسته ریسک پذیریشون بسیار پایینه و بسیار ترس دارن از اینکه نکنه اشتباه بکنن و بنابراین
حتی حاضرن که تصمیمات مهمشون رو واگذار کنن به دیگران که اونا تصمیم براشون بگیرن که خیالشون راحت باشه که خودشون این مسئول این اشتباه یا نتیجه بدی است. خیلی ممنون حسین جان. اجازه بدید که استراحت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و این بحث رو ادامه بدیم. عزیزان در خونه با ما باشید. شما بیننده آینه هستید. با سلام مجدد خدمت عزیزان شبکه آینه، خوشحالم که هنوز با ما هستید. در مورد شخصیت وابسته صحبت میکنیم و همراه من خانم فرشته سامنه‌پور و دکتر حسین عبداللهی ثانی حضور دارن. فرشته جان، میخواستم در مورد خصوصیت دومی که این بیماران دارن ازتون بپرسم. البته میدونم خیلی شبیه، یعنی بعضی چیزهایی که حسین مطرح کرد در مورد تصمیم گیری و اینکه این افراد دشواری دارن برای تصمیم گیری صحبت کرد، و خصوصیت بعدی خب خیلی در ارتباط با خصوصیت اوله، و اینه که این افراد دوست دارن که مسئولیت تصمیم گیری رو به گردن دیگران بذارن، به عهده دیگران بذارن، که یک جوری واقعا خب خیلی مرتبط به اون خصوصیت اولیه که حسین قبل از استراحت بهش اشاره کرد. در مورد این مسئله دوم صحبت بکنید، این نیاز به این که مسئولیت تصمیم گیری رو به دیگران بدن و اینکه خب چه تأثیری رو زندگیشون داره. بفرمایید. مرسی. من در ادامه در واقع صحبت های دکتر ثانی یه چند نکته رو اضافه میکنم. خیلی براشون سخته که مسئولیت های مهم زندگی رو بخوان در واقع خودشون به عهده بگیرن. بخشش به خاطر همون دردی هست که دکتر ثانی گفتن. من میتونم اضافه بکنم به اینکه اینها در واقع چون علاوه بر اینکه خودشون رو باور ندارن، از اون طرف باور دارن که دیگری بهتر میتونه تشخیص بده، بهتر میتونه تصمیم بگیره، اون داناتره، تواناتره، بهتر میدونه، برای همین خب تصمیم گیری رو محول میکنن. یه علت دیگهش برمیگرده به اون ترس ارتباطی که دارن، چون در واقع ترس طرد شدن و تنها موندن دارن و نگه داشتن رابطه براشون خیلی مهمه. خیلی وقتا در واقع تصمیم گیری ها رو واگذار میکنن، انگار پیامشون به طرف مقابل اینه که نمیدونم، هر چی تو بگی، هر کار تو میخوای، انگار این سکان رو میدن دست کسی دیگه ای، و اینجوری از اون خواسته و نظر خودشون هم میگذرن برای اینکه در واقع رابطه رو بگیرن، رابطه رو در واقع نگه دارن و مسئولیت رو محول بکنن. یه علت دیگه‌ش هم ترس از مقصر دیده شدن. خیلی نگرانن چون نیاز به تایید، در واقع تایید طلبی، پذیرشجویی درشون بالاست، برای همین تفریح میرن از اینکه در واقع مسئولیت‌های مهم زندگی رو بخوان به عهده بگیرن. خیلی ممنون پرشتن. حسین، اشاره کردی به یکی از بیمارهای خودت که حتی نظر خودش رو میترسید بیان کنه یا دوست نداشت که بیان بکنه. خب این یکی از جنبه‌های تشخیصی این بیماریه. در مورد این مسئله صحبت کنیم. چرا؟ اولا خب یعنی چی که این افراد دوست ندارن نظر خودشون رو بیان بکنن، و بعد چرا دوست ندارن نظر خودشون رو بیان بکنن؟ بفرمایید. بله، همونجور که قبلا صحبت کردیم، خب واقعا داشتن نظر یک ویژگی شناختی جمع افراد دارن در ارتباط با محیط زندگیشون نظر و ایده پیدا میکنن، سلیقه پیدا میکنن، راجع به اتفاقات مختلفی دور برشون میفته نظر پیدا میکنن. ولی جالبه که شخصیت های دیپندنت با اینکه نظر دارن ولی عنوان نمیکنن. یکی از ویژگی‌هاشون اینه که واقعا تو بحث یه مجادله به شما شرکت نمی کنن، و به خصوص با فردی که نسبتش وابسته هستن و دچار ترس میشن وقتی که بخوان نظر مخالفی رو بیان بکنن، و سعی میکنن که زیرکانه، اونایی که خب باهوش دارن،
نظر فرد مقابل رو بدونم و همون رو به شکل دیگه بیان بکنم و وارد در واقع مخالفت و نظر مخالف نشم. و خیلی عجیبه، گاهی وقتا انقدر این شدید میشه و انقدر بارز هست که این افراد واقعا آدم احساس میکنه که هیچ نظری ندارن. یکی کلمیک وقتی من میپرسم میگم واقعا بعضیشون میگم ما اصلا راجبه نظری نداریم، راجبه این سلیقه ای نداریم. من فقط خیلی روشن روزمره میمونم، یعنی بیان نمیکنم. و من فکر میکنم که خب یه قسمتی از در واقع این ساختار روانی که در اینا برای مدت‌ها شکل گرفته و قسمتی واپس زده شده و از جمله سلایق، علایق و خیلی چیزها که مال خودش نیست، تابع کسی دیگه شده و اونها رو پذیرفته و باعث میشه که واقعا برای یه مدت فرد نظر میشه و بدون در واقع عقیده میشه و با کسی مخالفت نمی کنه. و اتفاقا این نقطه ایست که ما توی درمان خود رو سعی میکنیم که فرد رو بکشونه به زمانی که عقیده‌ای داشته، چیزی رو ترجیح داده و میگیم باید با اون حرف بزنه و بیان بکنه که بتونه در واقع یواش یواش خودش رو پیدا بکنه و توانمندی های خودش رو بشناسه. خیلی ممنونم. اگر دوروبر خودمون بخواهیم نگاه کنیم، اینا افرادی هستن که هر مسئلهی و هر تصمیم گیری که پیش بیاد میگه من شما هر تصمیم بگیرید باش موافقم، کجا غذا بخوریم، هر چی که من انتخاب کردید برای من اوکیه، کجا دارید فیلم میبریم نگاه کنیم، هر چی شما تصمیم گرفتید من مشکلی ندارم، کجا برای پیکنیک بریم، هر چی جمع تصمیم گرفتم با اون اوکیه. من هیچ موقع نظر خاص خودشون رو به نظر میاد که این افراد ندارن. پرشان یه چیز دیگه که اشاره کردی این بود که اینا خیلی براشون سخته که مدیریت بکنن، یعنی یه کاری رو شروع بکنن و بخوان کار رو پیش ببرن خیلی براشون سخته. در مورد این مسئله یه مقداری توضیح بدی و این که حالا تو محیط کار و محیط درس شاید حتی یا محیط خانواده چه تأثیری میتونه روی زندگی این افراد بذاره. بفرمایید. درسته. آره، یکی از در واقع ویژگی‌هاشون اینه که شروع کردن به استارت زدن یک پروژه براشون خیلی سخته، معمولا ناتوانن. دلایل مختلفی داره، بخشش به خاطر اون شکیه که به خودشون دارن و کمبود اعتماد به نفسشون باعث میشه که از در واقع شروع یک کار جدید، یک پروژه جدید تفره برن. بخشش مال اینه که خیلی متکی هستن کسی اونها رو حتما هدایت بکنه، کسی بیاد در واقع این پروژه رو شروع بکنه، منتظر نظرش، راهنماییش، یه کاری که اون بخواد پیش ببره هستن. و یه علت دیگه‌اش هم دوباره همون ترس از شکست و ترس از اشتباه کردنه که باز باعث میشه اجتناب بکنن از شروع پروژه. و باز بخشش هم مال همون رفتارهای در واقع سلطه پذیرشونه یا تابعشونه که منتظر هستن کسی دیگه ای بیاد این کار رو انجام بده و در واقع خیلی منفعل میشن برای این قضیه. و باز علت بعدی اینه که خیلی درگیر نظر و تایید و عقیده دیگرانن، این خودش سخت میکنه، مانع حرکت کردنشون میشه. جاهای مختلف این تو حوزه‌های مختلف اثرات منفی میذاره، تو حوزه کار، تو حوزه تحصیل، ناتوانن از اینکه رشته‌ای رو انتخاب بکنن، چه کلاسی رو انتخاب بکنن، چه سرگرمی رو انتخاب بکنن، چه نوع ورزش رو انتخاب بکنن، کار پیدا کردن براشون خیلی سخته. توی پروژه هایی که مربوط میشه به مثلا حوزه خانوادگی، مثلا اینکه خونه رو بفروشن مثلا بخوان اسباب کشی کنن، یا اینکه بخوان مثلا یه خونه رو برای اجاره انتخاب بکنن، برن سراغش رو مثلا یه جای جدید رو برای خودشون انتخاب بکنن، بچه دار بشن یا نشن، اینا همه تو حوزه های مختلف یک سردرگمی، یک انفعال، یک در واقع درنگی درشون وجود داره و خیلی خیلی براشون سخته. حتی تراپی گرفتن، یعنی اینی که بخوام بیان یه مسئله تراپی گرفتن هم خیلی وقتا براشون یک پروژه جدیده و واقعا سخته. درمان، شروع درمان هم براشون سخته. و بعدم که وارد درمان میشن همون وابستگی به درمانگر پیش میاد براشون، یعنی دوست دارن که درمانگر بهشون بگه که چی کار بکنن، یعنی برای هر مشکلی که اینا میارن دوست دارن که درمانگر یک جوابی داشته باشه. اگر درمانگر سعی کنه که یارو تشویق بکنه به اینکه خودشون به نتیجه برسن،
فهم میکنن که درمانگر خوبی نیست و کارش وارد نیست و به اندازه کافی تسلط نداره. فکر کنم همه ما با این شمی برخورد داشتیم. من نمیدونم شما چی میگین، جمله قالبشه دیگه. شما اگه جای من بودین چیکار میکردین؟ آزاجم اینها، این افرادی که بیماری شخصیت وابسته دارن، خیلی دوست دارن به هر دلیلی شده، به هر شکلی شده، جلب توجه دیگران رو، در واقع توجه دیگران رو جلب کنن به خودشون. در مورد این خصوصیت این بیماری صحبت بکنیم. طبیعتاً همه اینها، حتما عزیزان بیننده حس میکنن که همه اینها مثل یک کلافی به هم وصله، یعنی هیچ کدومش جدا از علائم قبلی که عزیزان مطرح کردن نیست. بفرمایید. بله، من فکر کنم شاید اینجوری بگیم، این ویژگی رو بهتر باشه که بیشتر به هر نحوی میخوان حمایت دیگران رو جلب کنن، یعنی توجه جلب کردن رو بیشتر کلاستر بی ها دارن، اونایی که توی اون دسته هستن، مثل هستریونیک، مثل نارسیسیستیک، اینا نیاز به توجه دارن. دیپندنت ها بیشتر نیاز به حمایت دارن، یعنی وقتی که حمایت رو میبینه، از جمله تایید کلامی، میتونه به اینا آرامش بده و میتونه احساس امنیت بکنه و در کنار اینا. خب همجوری که در شروع هم گفتیم، یکی از نگرانی های اینا تنها موندنه و یکی از نگرانی های اینا ترس زیادی که اینا دارن در زمانی که تنها بمونن و نتونن از عهده زندگیشون بر بیان. یعنی دقیقا شما تصویر کنید، تصور کنید یه بچه ای رو، کودکی رو که همیشه نگرانه که نکنه مادرش ولش کنه. و خب ما میدونیم که این یک غریزه است، یعنی بچه نمیدونه، ولی میدونه که اگه ولش کنن زنده نمیمونه، نمیتونه از خودش مراقبت بکنه. همچین ترسی رو فرد پرسونالیتی وابسته داره، یعنی واقعا فکر میکنه که نمیتونه زنده بمونه و نمیتونه زندگی بکنه بدون حمایت و کمک دیگران. و خب این در واقع یک باور شکل گرفته شده به عدم توانایی خودش برای حتی زنده موندن و کارهای اولیه که توی زندگی انجام میده، باعث میشه که همیشه حمایت دیگران رو بخواد به خودش جلب بکنه. یعنی دائما کاری میکنه که دیگران رو راضی نگه داره، به خصوص اونایی که به یه نحوی دور و برش هستن و بهش کمک میکنن، تا این کمک کردن رو ازش دریغ نکنم و این بتونه به این شکل به زندگیش ادامه بده. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که هر کسی، هر انسانی میتونه وقتی بزرگ ساله میتونه از خودش مراقبت کنه و این مراقبت از خوب نیاز به حمایت دیگران نداره. انقدر این نیازشون شدیده و عمیقه که حتی تن میدن به کارهایی که بسیار ممکنه خطرناک باشه، ناراحت کننده باشه و در واقع مورد سوء استفاده قرار میگیرن، ولی این رابطه رو ترک نمیکنن، چون اینکه از ترساشون همینه که نکنه فردی که از اون دارن کمک میگیرن اون رها بکنه و اونا رو تنها بذاره. و تنهایی از بابت ترس عدم مراقبت از خودشون خیلی براشون سخت و غیر قابل تصوره. خیلی ممنون حسین جان. مواردی هم میشه در نظر بگیریم حسین، به احتمال قوی کسانی که مورد آزار قرار میگیرن توی روابطشون، ولی به خاطر شخصیت وابستهی که دارن و ترس از تنهایی که اشاره کردید، به هر شکلی چسبیدن به اون فردی که مورد آزار اینا رو قرار میده. من یادمه که خانمی پیش من اومد، تحصیلات خیلی بالایی هم داشت، با دوتا بچه، و اومد گریان پیش من چندین سال پیش که من شوهرم خیلی آدم آزار دهنده ای، از لحاظ فیزیکی آزار میده ما رو، کتک میزنه. و در نهایت صبر من به هر حال تموم شد و پلیس صدا زدم. حالا دستگیرش کردن و من موندم چی کار بکنم؟ هیچ کاری نمیتونم بکنم، تو زندگی موندم، نمیتونم مسائل مالی رو حل و فصل کنم، حتی خرید خونه رو تنهایی نمیتونم بکنم، چون یه همیشه با هم میکردیم. چی کار میتونیم بکنیم که بهش کمک کنیم که زودتر از زندان آزاد بشه، در حالی که میزان خشونتی که برای من مطرح میکرد واقعا میزان خیلی شدید و بالایی از
خوشمت بود. فرشا اگر میخواید در مورد این مسئله صحبتی بکن و در مورد مسئله تنهایی که حسین مطرح کرد، چون که فهم میکنم که یکی از مهمترین یا شاید ریشه اصلی این بیماری رو تو مسئله تنهایی و ترس از تنهایی یا اضطراب از تنهایی بشه ببینی. امروز وقت نخواهیم کرد که من در مورد علل این بیماری بپرسم، حتما جلسه بعد به این مسئله میپردازیم، ولی شاید بد نباشه اشاره به این مسئله داشته باشید امروز. بله آره، به خاطر در واقع این ترس شدید تنهایی و وابستگی زیادی که وجود داره، خیلی وقتا به خشونت، به سوء استفاده شدن، به تبعیض، به نابرابری، اینها تن در میدن و میمونن توی رابطه، یک رابطه‌ای که بسیار رابطه ناسالمیه. اصولا هم اینا رابطه هاشون رابطه های پایداریه ولی بسیار ناسالم، یعنی در بعضی از موارد ناسالم. اگه بچانسی بیارن و گیره یک حالا شخصیت نارسیسیستی، شخصیت آنتی سوشال بیفتن، میبینیم که خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تن میدن، انقدر احساس میکنن که در تنهایی انگار که بقا پیدا نمیکنن و نگران این موضوع هستن، برنامه مختلف تن در میدن. اصلا یکی از شاید بشه گفت ناسالم ترین زوج هایی که ممکنه که در کاپل تراپی ما ببینیم، یه شخصیت که یه طرف شخصیت خودشیفته است، یه طرف شخصیت وابسته است و میبینی که قشنگ خیلی هم پایداره، با اینکه بسیار ناخوشاینده و عوارض خیلی زیادی میتونه بذاره برای اون فردی که شخصیت وابسته داره، ولی تن در میده. یعنی به ازاش میبینی که یه جاهایی واقعا خیلی کوتاه میاد، اصلا خواسته نداره، نظر نداره، اجازه میده که مکررن مرزهاش و مرزبندیهاش مورد هجوم قرار بگیره و بله ریشش همون ترس از تنهایی هست. حالا اگر بفهم. ممنون. من اتفاقا این موردی گفتید کم ندارم بین بیماران، کسانی که معمولا هم از طرف مرد شخصیت خودشیفته دارن و سوء استفادگر هستن و خب زن شخصیت وابسته داره و حتی مواردی من دارم که زن حس میکنه مجبوره که، یا حس میکنه که مجبوره که حتی مواد مخدر استفاده کنه برای اینکه این رابطه رو نگه داره، چون که مردش که مردی که تو رابطه هست باش ماده مخدر استفاده میکنه و این میترسه که اگر این کارو نکنه و نبگه اون رابطه به انتها برسه. متاسفانه وقت زیادی بفرمایید اگر چیزی میخواید بذارید. نه مثلا کم کم هویت مستقل خودش رو بیشتر و بیشتر از دست میده دیگه، ذوب در ولایت میشه و هر خفتی تن در میده. واقعا مثل همین اوکی، ممکنه هم دستش بشه دزدی کنه، ممکنه هم دستش بشه مصرف مواد داشته باشه، خیلی از ارزش‌های خودش رو زیر پا بذاره بابت این قضیه. بله دقیقا همینطور. خیلی ممنون حسین جان. خیلی وقت نداریم، چند سوال دیگه من دارم و به خصوص دوستانم به علل این بیماری شخصیتی بپردازیم. میذارم اینا رو برای هفته دیگه، امیدوارم که عزیزان همراه ما باشن. ولی تو این دو دقیقه‌ای که وقت داریم، اولا اگر در مورد این دو تا نکته‌ای که الان مطرح شد چیزی رو می‌خواید اضافه کنید بفرمایید، و بعد در مورد گستردگی این بیماری صحبت کنید که چقدر وسیعه و چه افرادی بیشتر ممکنه که این بیماری رو بگیرن. بله ممنونم. من یه چیز رو اضافه کنم راجع به این همزیستی که بین این اختلال شخصیتی و اختلال شخصیتی عمدتاً از کلاستر بیماری این موجوده که اشاره به فرشته اشاره کردن بشت بگن که این کیسا را خب ما فراوان میدونیم و متاسفانه این رابطه ها رابطه های پایداریه و از دو طرف اون نیازهاشون نیازه روانیشون برآورده میشه. نارسیسیستیک، هیستریونیک و حتی آنتی‌سوشال پرسونالیتی، اینا کسایی هستن که نیاز به توجه زیادی دارن که من این توجه رو بهشون میدن، دیپندنت به اونا میدن و اینها معمولا توی رابطه هاشون استثمارگر و سوء استفاده کنند و میخوان که کارشون رو به گردن دیگران بندازن، اونا برایش این کار رو انجام بدن، سرویس در واقع بگیرن که شخصیت وابسته به راحتی این سرویس ها رو بهشون میدن و شخصیت وابسته فقط نیاز به حمایت داره که اونا این تایید رو بهش میدن و نهایتا سوء استفاده میشه. از نظر گستردگی خیلی گسترده نیست، بین 14.6% جمعیت، یعنی متوسط نیم درصد از هر 200 نفر یک نفر ممکن وابسته به این
اختلال شخصیتی باشه و از نظر جنسیت و وابسته به جنسیت هم گفته میشه که مساوی بین زن و مرد خیلی تفاوت. خیلی ممنون حسین جان. عزیزان من سوال زیاد دارم مثل معمول و متاسفانه مثل معمول وقت کم میاریم. خب این یه خوبی داره، باعث میشه که من دوباره هفته دیگه بتونم در مورد این بیماری و این ناهنجاری شخصیتی در کنار شما باشم و فرشته عزیز هم امیدوارم که بتونم بابا باشن و حسین هم که همیشه همراه هستن و این بحث و این گفتگو رو هفته دیگه با هم دیگه ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگه شاد باشید و سلامت. داشته روان